السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدین به یکی دیگر از ویدیوهای چینل ما. در این ویدیو میخوایم براتون تشریح کنیم تکنیک ها و تکتیک هایی را که در داخل سکوات هاوز یا خانه که به نام خانه سکوات یا خانه چهار نفری مشهور است استفاده کرده میتونین. ما تکنیک ها و تکتیک ها را براتون میگم. اگر شما داخل خانه میشین به این قسم و در بیرون خانه صدای پای میشنوین و در این قسمت میبینین که در این قسمت کدام دشمن به این قسم ششته و منتظر است که شما داخل شوین که شما را بزنه، یعنی شما در قسمت میاین و او را میبینین که دو قسمت است. به خاطر اینکه شما را او کشته نتانه و شما با سانیو را از بین ببرین، میتونین که در قسمت پالی از موتر که در قسمت استاد است نزدیک خانه بیاین، در یک بغل تیر استاد شوین و در قسمت بالای تیرش بالا شوین. بعد از او در قسمت از این قسمت میتونین که شما دشمن دیجه بزنین و دشمن که زدین میتونین که جمع کنین و در قسمت برین و داخل خانه هم شوین. اگه شما داخل خانه میشین صدای پای دشمن رو میشنوین و نمیفهمین که دشمن در کجاست، وقتی که در قسمت میاین میبینین که دشمن در قسمت منتظرتون میباشه. در قسمت یعنی دشمن به شکل منتظرتون است که شما داخل شوین که شما رو بزنه و شما در قسمت رو میبینین که دشمن در کجاست. شما بدون از اینکه داخل خانه شوین و از راه زینا برین میتونین که بیاین در قسمت بالا شوین بالای خانه و در قسمت جمپ کنین. از داخل از کلکین خورد شما میتونین که موقعیت تمام شانه ببینین که کی در کدام قسمت است و شما اگه صدای پای تنام میره و دشمن نمیفهمه که شما در منزل دوستین یا در پشت سرشان هستین و فکر میکنه که شاید شما در منزل پایین باشین، خب شما میتونین که بیاین در قسمت جمپ کنین و در قسمت بالا شوین. بعد از اینکه قسمت آمدین میتونین که داخل خانه شوین. بعد از اینکه داخل خانه شوین میشه که دشمن بزنین. اگر شما داخل خانه میباشین، شما داخل خانه هستین، در قسمت برای خود موقعیت گرفتین، در قسمت برای خود موقعیت گرفتین و شما میبینین که از اون قسمت موتر چهار نفری حمله میکنه همراه چهار نفر و میخواد شما را از بین ببره. شما اگه در قسمت هر چقدر مقاومت کنین همراه از جنگ کنین، بازم شما یک نفر هستین شما را میزنه. شما میتونین که در قسمت بیاین بالا شوین، در قسمت و در قسمت که بالا شدین شما سرتان رو به این شکل دور بتین و نشان بگین از داخل از کلکین. به این قسمت شما سرتان دور بتین و دشمن که از راه زینا بالا میشه میتونین که تمامشان با آسانی از بین ببرین. کمی پشتر میشه بیاین و فایت کنین تمام دشمن بالا میشه و بعد از اون قسمت شوین. خب و یا هم اگه شما نمیخواین که جنگ کنین، میتونین که در قسمت بالا شوین و در بغل دیوال به شکل شما میتونین که از این قسمت پیش برین و تمام موقعیت شما ببینین که کدام دشمن در کجا موقعیت داره و میتونین که به این قسمت بیاین و چهار طرف خانه را بگردین. خب دشمن در این قسمت میتونه که بیای داخل خانه بگرده چهار طرفه و صدای پای شما رو میشنه، ولی اصلا و نمیفهمن که شما در این قسمت خانه هستین و شما میتونین که اگه خواستین یک یک نفرشان رو در این قسمت بزنین و بعد از او برین داخل دیگه خانه دیگه رو بزنین و به می قسم میتونین که خود را محفوظ نگاه کنین. موتر بگیرین به این شکل بیارین داخل خانه کنین و بعد از او درای زینا به این شکل درای زینا استاد کنینشه. بعد از اینکه موتر استاد کردین بالای موتر پک کنین تا وقتی که موتر استاد کنه خب به این شکل شما موتر انفجار بتین. موتر که انفجار دادین در این قسمت بینین که هیچ کس بالا شده نمیتونه، دشمن هر قدر که بیایه نمیتونه که از این قسمت داخل خانه شوه و شما میتونین که از این قسمت بیاین داخل خانه برین و در این قسمت کمین بگیرین بره دشمن. دشمن از او را بالا شده نمیتونه، ولی شما میتونین که در این قسمت باشین تا که دشمن های که ازیش میخواین بالا شون از این قسمت یار بزنین و یا هم میتونین که در این قسمت بالا شوین در منزل دو و در این قسمت کمین بگیرین که اگه کس میخواید بالا شوه در این قسمت بزنین نشانه. اگه شما نزدیک خانه میشین و میبینین که صدای پای دشمن میایه و وقتی که شما میخواین که بالاشون حمله کنین، میبینین که راه زینا به این قسم بند است و در بعض خانه است که این موتر در قسمت قرار نداره که شما از بالا شوین. به خاطر بالا شدن داخل از خانه و کشتن دشمن شما میتونین که بیاین در این قسمت دروازه رو واز کنین. بعد از اینکه دروازه به شکل واز شد امرویتون موتر داشته باشین، موتر بیارین به شکل و در دروازه بچسبانین. بعد از اینکه موتر به دروازه چسبید میتونین که بیاین در این قسمت بالای موتر بالا شین. بعد از او از این قسمت بالای دروازه بالا شوین
و در این قسمت میتونین که داخل خانه شوین و امرای دشمن جنگ کنین. خب اگر شما در این قسمت قرار میگیرین و میخواین که بالای دشمن حمله کنین داخل خانه و میفهمین که نفر داخل خانه از در قسمت میان، میبینین که دو نفر از داخل دروازه سعی داره طرفتون که شما بالا شوین که شما رو بزنه. به خاطر از اینکه شما اونو رو از بین برده بتونین، میتونین که شما در این قسمت بیاین و در این قسمت دور بخورین. از او خانه خورده که دو قسمت است از کلکین میتونین که نارنجک بگیرین و به شکل بالایشان بندازین. نارنجک مستقیم بالایشان اصابت میکنه و دشمن دو قسمت از بین میره. خب اگر شما در این قسمت قرار میگیرین و دشمن بالایتان چهار نفر عمله میکنه، شما میخواین که یک جای پیدا کنین که از پیش دشمن پوت شوین یا فرار کنین. شما میتونین که بیاین در این قسمت و بالای از دروازه بالا شوین. بعد از اینکه بالای دروازه بالا شوین، بالای از قسمت بام و بعد از او دروازه شما دروازه را که از بین بودین در قسمت شما پرود کنین. خب دشمن که حمله کنه هر قدر که بپاله و چهار اطراف ببینه، شما رو در قسمت پیدا کرده نمیتونه و در قسمت بالا شده نمیتونه، به خاطر که امرای خود به خاطر که شما دروازه را زدین و دروازه نیست که بتونه از طریق دروازه بالا شوه. خب اگر شما داخل سر از بام باشین و جای بر کور گرفتن نمی داشته باشین و دشمن از قسمت موقعیت شما رو میبینه، شما میتونین که بیاین به شکل و بالای خانه سرخ خیز بزنین و در پشت از خانه به قسم کمین بگیرین. به شکل میتونین که ایجا باشین و فایر کنین، بعد از سرتون رو پایین کنین. شما میتونین که موتر به قسم دور بتین و بیاین در بغل استاد کنین. بعد از اینکه موتر رو استارت کردین، میتونین که بیاین بالای موتر جمپ کنین و بعد از اون نزدیک از لبه بیاین و جمپ کنین در قسمت بالا شوین. خب دروازه که در قسمت است، اگه دشمن بیای معمولا از این قسمت داخل میشه و داخل دروازه بیرون میشن یا در قسمت کاور میگیرن کاملا کنن. شما میتونین که در لبه پوت شده و به این قسم شما نشون بگیرین سر دشمن از بین ببرین. قسم که از هر طرف آمد میتونین که بلند کنین. دوستای عزیز ای بود از این ویدیوی ما. خدا کنه که چیزایی را که میخواستم براتون تشریح کنم تشریح کرده باشم و از این ویدیو استفاده کرده بتونین. دیگه کدام پیشنهاد یا انتقاد اگه شما دارین، میشه که در قسمت کومنت ویدیو نوشته کنین. لطفا ویدیو رو لایک کرده چینل سبسکرایب کنین و علامه زنگوله پلیس سبسکرایب فشار بدین. نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان در قسمت کومنت ویدیو نوشته کنین تا که ما از او استفاده کرده و بعد ویدیوهای بعدی ما از او نظریات و پیشنهاداتتان استفاده کنین. تشکر از تمامتان. وقت خوش داشته باشین.